بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را سپاس که بار دیگر ایران سرافراز و مردم هوشمند ما را به آفرینش حماسه ماندگار دیگری موفق ساخت. 22 خرداد 1388 برگ زرینی شد از کتاب سرنوشت ایران که مردم ما سطر سطر آن را با همت والا و عزم استوار خود نگاشته و هوشیاری و پایداری خود را به حراست از آن گماشتند. حضور 85% در پای صندوقهای رأی در انتخابات اخیر نشانه آشکار است از احساس دلبستگی و غیرت و اهتمامی که این ملت کهن و پر افتخار به دسترنج 30 سالی خود می‌ورزد و امید و آرزویی که به کمال و اعتلاء آن و زدودن کاستی‌ها و کجی‌ها از آن در دل می‌پروراند. این همه از رحمت و فضل خداوند حکیم و قدیر است که این بنده بیقدر و ناتوان و همه دلهای متذکر و خاشع باید قدر آن را بشناسیم و جبهه شکر بر آستان منعم محبوب بساییم. رأی قاطع و بی سابقه مردم به رئیس جمهور منتخب و محترم رأی به ویژگی هایی است که کارنامه 4 ساله دولت نهم بدان ها زینت یافته است و سمت و سوی گرایش های اکثریت بیچون چرای ملت را آشکار می سازد. این رأی به گفتمان پربرکت و عزتمدار انقلاب اسلامی است. رأی به استکبار ستیزی و ایستادگی شجاعانه در برابر سلطه طلبان بین المللی است. رأی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافیگری است. رأی به ساده‌زیستی و نزدیکی با مردم و غمگساری از ضعیفان و مستضعفان است. رأی به کار و تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر است. اینها بخش‌های مهمی است از آن چه ملت ایران از منتخبان خود مطالبه می‌کند و هرگاه کسی را به این سمت و سو بشناسد به او دل می‌بندد و با بهره‌گیری از موهبت آزادی که هدیه انقلاب اسلامی به این ملت است او را بر کرسی مسئولیت و مدیریت می‌نشاند. این جانب در آستانه زادروز فرخنده نجات بخش بشریت ولی اعظم خدا و امام صالحان حضرت حجت ابن الحسن روحی فدا و عجل الله فرجه، این عید بزرگ را گرامی داشته و انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد را در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک میگویم و به پیروی از ملت بزرگوار ایران رأی آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سخت کوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و برای ایشان و همکارانشان توفیق خدمتگزاری به مردم و تلاش در راه اعلاء کلمه اسلام و اقدامات بزرگ و ماندگار و شایسته ملت و کشور عزیز و حرکت کوشنده به سوی پیشرفت و عدالت از خداوند متعال مسئلت می کنم و بدیهی است که رأی مردم
و تنفیذ این جانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند. در پایان با تجلیل و تکریم نام و یاد امام بزرگوار و شهیدان عالی مقام که ملت ما موفقیت‌های بزرگ خود را به آنان مدیون است، علو درجات و شمول رحمت الهی بر ارواح طیبه آنان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. و السلام علی عباد الله الصالحین سید علی خامنه ای. دوازده مرداد 1388.